ولایت زابل یکی از ولایت‌های محروم کشور شمرده می‌شود، زیرا جنگ در سال‌های گذشته سبب شده بود تا در بسیاری از ولسوالی‌ها و مناطق دوردست آن مکاتب بسته بمانند. حالا ریاست معروف این ولایت تلاش می‌کند تا 80 مکتب را بازگشایی کند. از همین رو روند استخدام معلمان برای این مکاتب از همین حالا شروع شده است. اگر مکاتب سی غیر فعال و اگر ان شاء الله لغوزخ اتیاب به مر دا وس پیالن و کار شروع یس فعال کو دغه د پارم استادان را وشت دي سپتنام سوی وو خصوا و کسانو سپتنام کړی وو وسی د امتحان لړی پایل سو. امروز هم یک امتحان برای استخدام معلمان برگزار شده است. شماری از کسانی که در این امتحان شرکت کردند میگویند در صورت کامیابی صادقانه به کشور خود خدمت خواهند کرد. نموج دا غواړو سی لمر سره باید همکاری وکي او زموږ ولست خدمت وکي او خدمت خاص او خاص په عصري او په دیني زده کړو کې باید وسی. په خپل ورتیا باندې وکول سي امتحان ورکو او بیا تر نور مکاتب پورې د خپل زده کړو ورسو یا نور مکاتب ته درس ورک. برخی از دیگری از شرکت کنندگان از این که زمینه کار برایشان در داخل کشور فراهم می شود ابراز خرسندی کردن، می گویند که بازگشایی مکاتب یک گام بزرگ در بخش تعلیم و تربیت معلمان در این ولایت است. مرغ دیر زیاد خوشحال تر تو پټولنه کې د بیکاری مخه ونیول سي او مرغ ټولنه د خدمت مصدر وګرځي. دیروز هم معاون دوم رئیس الوزرا گفت که 20,000 بست اضافی را به معلمان در نظر گرفتند و تلاش دارند تا ظرفیت معلمان را در سراسر کشور بالا ببرند.